کسی چیزی بهت گفته؟ مریم کجا؟ تو دیگه کجا میری؟ بابا رو برمیگردم. من میخوام ببینم سوانه چیکار داره میکنه. صد بار بهت گفتم من حال حوصله اینجور مهمونی ها رو ندارم. مگه چی میبینی داره؟ یه عده آدم جمع میشن دور هم میگن میخندن. اگه این کارو نکنن که دیوونه میشن. گوش کن مریم. اگه از وضع من با خبر نباشی کی باید باشه؟ میدونی اگه بابام بفهمه اومدم اینجا چه علم شنگی به پا میکنه؟ تازه کیان در مورد من چی فکر میکنه؟ طوری حرف میزنه انگار اون تو چه خبر؟ اکثر این بچه‌ها یا فامیلن یا خواهربرادر، غریبه اون تو نیست. من نگفتم اونجا خبریه، یا اونا آدمای بدی هستن. تو گفتی یه مهمونی دخترانه است، همین. من که خیلی دیرم شده. باید یه زنگ بزنم، کیان منتظرمه. تو یه دندون لجبازی. اصلا من چرا تو رو دعوت کردم؟ به خاطر تو از مهمونی من افتادم. قول میزنی. الو. سلام فریبا. منم سحر، خوبم. کیان هست؟ منتظر من؟ باشه دوباره تماس میگیرم. اگر اون تو بودی میدونی چی میشد؟ تمام برنامه فردام به هم میخورد. اگه همه بخوام مثل تو اینقدر بترسن اصلا پاشون از خونه بذارن بیرون. بس کن، ادای آدمای شجاع رو در نیار. اگه یه بار گیر بیفتی حواست جمع میشه.
بی خود در رفتیم، ترسیدی. من نمیترسم، ولی دلم نمیخواد مثل تو علاف باشم. من کیانو دوست دارم، نمیخوام اون در مورد من جور دیگه ای فکر کنه. من گفتم حالا که بابای حالتو گرفته، خواستم یه جوری روحیات عوض بشه. من میدونم مشکلمو چجوری حل کنم. نمیخواد برای من دل بسوزونی. تا این وقت شب کجا بودی؟ نمیدم هر کسی هر کاری که دلش میخواد توی خونه بکنه. تو داری زور میگی جواد. اونا نامزدن، حق دارن همدیگه رو ببینن. من میدونم چه فکری تو سرته، لازمم نیست پنهان کنی. میفهمم، خوبم میفهمم. اونه که باید بفهمه دیگه دنبال این پسره نره. الو، سلام فریبا، منم سحر. بهش بگو من فردا حتما میام. روش تو همه رو عصبی کرده. نه، این که من مجبورم مواظب همه چی باشم شما رو عصبی کرده. باز که گندشو در آوردی که. نمیتونی یکم صبر کنی؟ ما هر شب باید همین مکافاتو داشته باشیم. سلام. گفتم شاید رفته باشی. از واسه دیشب معذرت. وقتی رسیدم بهت زنگ میزنم. من خیلی دیرم شده، باید برم. میدونی داری چی کار میکنی؟ تو که دختر شجاعی بودی، دیگه چرا میترسی؟ مواظب خودت باش. خدافظ. Thank you.
خانو این کلید برای شما گوش حواست جمع کن. خیلی ممنون. متشکرم. خیلی ممنون خانم. ببخشید این چی نوشته؟ آقای ما عینکش تو ساکه، چشماش نزدیک نمیبینه. ما با قطار میخواییم بریم تهران. نمیتونستی منو لو ندی؟ قطار نیست و متروه. بله چیز خاصی ننوشته، متروه تهران کرج. متروه که برد بریم دیر به خود خودمونه معطل کردیم. خانم شما چه زحمتی کشی؟ من سنگی میزورم میرسه. خیلی ممنون آقا جونم، خیلی ممنون. برو بریم. سحر؟ چه اسم قشنگی، ماشالله. خیلی اسم ماشالله بابا. خیلی قشنگ. آقا فیضی شما بید اینجا این دختر بشینین، ای به پلی من بشینید. ممنون من راحتم. پاشو آقا جونم، پاشو بیرین. پاشو دختر بیا پیکینار خودم ترمینال. قبلا آقا فیضی بلیط گرفته. شما کجا میری؟ منم میام شمال. خب تو اونجا همراه هم هستی؟ آقای فیضی؟ بله خانم. جاتون خوبه؟ شما نگران نباشم، خیلی خوبه. آخه کمرش درد میکنه. دنبالم با افتاده. ما که از اونجا راحت‌تر میتونستیم بریم، برای چی منو تا اینجا کشوندی؟ اون وقت پیدات ما راحت پیدا میکرد. خیلی خوب دنبالم میاد. Oh!
این مال تو. چه شده من باشم این سوار کدوم توس میشم؟ عجله کن. کیان؟ چیه؟ من میترسم. نگران نباش، دنبالم بیا. خدا سر کن، ما با هم فامیلی. انقدر به من نچست. چیکار کنم؟ میترسم. برو اون ورتر. آسارا از علی رشت. آقا سبیلی داری؟ با هم بودی؟ بله قربان، با شما هم بلیت داری؟ ماشین ازلیه؟ بفر بلا برو بلا هر جای که دلت خواست بشه بجون. انزلی، انزلی باش بجون، جمعش که میخوام بریم. چشم، برو بلا، برو قربان، معطل نکن. انزلی، انزلی جانمونی، بجون. درست بودم بلا مرسن بفر بلا. چشم، انزلی بجون. بچه ها فقط یه کمی هم آروم باشید، متناتون هم سعی کنید یه بار بخونید. چی شده قربونت؟ پشیمون شدی؟ نه الان میام، یه لحظه اگه اجازه بدی الان میام. آقا بسا میخوام حرکت کنی؟ یه کاری دارم، یه چیزی یادم رفته، الان میام. ببخش ای بابا، چقدر گیج بازی از خود در. معذرت میخوام، ببخش. نکنه پشیمون شدی؟ نه 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 الان میام. قربونت اگه پشیمون شدی تکلیف ما روشن کن. نه 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 الان میام، خواهش میکنم، ببخش. خلاصه میای والا یا نه؟ آخه شما که هم تکمیل نشدی. خب اون شکل مواد برم تو به بقیه مسافرها چیکار داری؟ بیا برو والا. برو والا دیر شده. برو. آقا. محسن ببین خانم مسافر ماست. انزلی خانم؟ بله. آقا جون برو بشین. این همه جا برو یه گوشه بشین. دست از چش چروری بر نمیداره. چی شد الان؟ چی داد میزنی؟ باز دهنتو باز کردی؟ چی کار به مردم داری؟ به تو ربطی نداره. اینجا هم باید سرخر داشته باشی؟ درست حرف بزن. اینا که مثل من اسیر دست تو نیستن که هر چی دلت میخواد بارشون کنی. دهنتو ببند. گفتم این چیزا دیگه ربطی به تو نداره. خوبی؟ آره. ببینم خانم، شما سردت نیست؟ نه. چیزی شده؟ نه. چیزی شده بابا؟ نه بابا جو.
چی میکشم از دست شماها میکشم. بس کن مرد، تو کی میخوای بفهمی که دیگه این بچه ها بزرگ شدن؟ بله بزرگ شدن، کاشکی شعورشون هم به اندازه خودشون بزرگ شده بود. اگه درست تربیتشون کرده بودی کار به اینجاها نمیکشید. دختره بی چشم رو فکر آبروی ما رو نکرد. هرچی گفتی گفتیم چشم، هر کاری خواستین کردی، هر فرق به خودت بود. کی میخوای دست از منم منمت برداری؟ حالا تازه یه چیزی هم بدهکار شدیم. بله که بدهکاری، مقصر اصلی تو هستی. اگر مقصر نبودی کار به اینجا نمیکشید. فکر کردی هر تصمیم میخوای میتونی برای این بچه ها بگیری؟ بسه دیگه، بسه دیگه. به جای این حرفا بهتره یه کاری بکنی. اگه بلایی سرشون بیاد چی؟ قبل از اینکه آبرومون بره باید پیداشون کنیم. بهتر زنی بزنی کلانتری. میخوای همه بفهمن و حیثیتمون به باد بره؟ خیلی خوب، میریم پیش کیان، حتما اون میدونه کجا. قربونه تو اتوبوس سیگار کشتم ممنون، لطف کن روشنش نکن. خیلی ممنون. یعنی چی؟ من دلم میخواد بکشم. قربونت من دلم میخواد و خوشم میاد و دوست دارم، این حرفا نیستش که. این اتوبوس یه وسیله نقلیه عمومیه، شاید دیگران خوشونه. لطف کن روشنش نکن. گوش کن آقا جون، چیزه، یعنی نباید اینطوری بشه. من خانمم حالش زیاد مناسب نیست، به خاطر همین موقعی که سیگار کشیده میشه حالشون بد میشه، یعنی به هم میخوره. عمو جون این اتوبوس یه وسیله نقلیه عمومیه، شما باید رعایت حال دیگران هم بکنی. من اینجا کنار پنجره نشستم، اگه دلم خواست روشنش میکنم. حله؟ درست صحبت کن. دلم خواست یعنی چی؟ دلت میخواست سیگار بکشی، سوار ماشین شخصی میشه، هر کاری هم خود دوست داشتی اون تو بکن. اولالا برو بچه جون، واسه ما یکی دیگه قانون نذار، برو. میگم درست صحبت کن. لا خاطر همین گفتم روشن نه. ببخشید آقا، شما از کنار خانم باید باشین، یه جای دیگه بشین. فهمید چی گفتم؟ من؟ برای چی؟ نمی کاری کردیم. ای بابا ما چه فیلمی داریم امروز با اینا؟ قربونت من قراره چیزی شده باشه. عرض کنم از کنار خانم پاشین، بفرمایید یه جای دیگه بشین. خیلی ممنون. آخه برای چی؟ ما خطایی کردیم. آقا من یه اعتراضی ندارم، ما با هم ببین نیا کنین. خب نشستم دیگه، اینجا یا اونجا چه فرقی میکنه؟ ده نه قربونت فرق میکنه. شما دوتا تو اتوبوس همجور بشینی کنارم. باشه قربونت، باشه واسه ما درد سر درست نکن، مسئولیت داره. بفهم بشینی من. خیلی من درد سر چی آقا؟ چه درد سری؟ من که خب نشستم، ایشون هم خب معذب نیستن. ای بابا گیری افتادیم امروز از دست اینا. یکی سرمون داد بزنه، اون یکی واسه همون شاخشونه میکشه، این یکی هم حرف حسابش نیست. قربونت اصلا اینکه تو باغ نیستی ها، خوشت میاد در درد سر؟ اصلا داد میکشی؟ بشینی و قربونت، بشینی و بفرما، بشینی و خیال خودتو راحت کن، خیال منم راحت کن دیگه. بفرما، بفرما این صندلی خالی، بفرما قربونت. گوش کن پدر جان، ایشون درست میگن. تو این اتوبوس خونواده نشسته، درست نیست کنار هم بشینی. باشو بابا جان، باشو. شما اگه موقعیت شناس باشی، حرمت اینجا را حفظ میکنی. توی اتوبوس یه مش جوون نشسته، یه مش جوون کم تجربه. ببین پاشو بابا جون، پاشو. بابا چی کار دارید به مردم؟ ول کنید، جگه خونه نیست. سهر خانم حالت چطوره؟ سلام، حال شما؟ والا به خود من مشکلی نداری. میدونی اگه اتفاقی چیزی پیش بیاد مسئولیت داره واسه ما دیگه. عمو اومده چی آورده؟ لو خدا کشمیر. هر جایی که فکر میکردم کیان رفته باشه اونجا تماس گرفتم اما موفق نشدم. من شما رو درک میکنم، میفهمم چی میکشید. ما خودمونم دختر داریم،
دوست نداریم آبروی کسی بریزه. هر طوری که شما تصمیم بگیرید بنده هم موافقم. آبروی ریخته رو نمیشه جمعش کرد. اصلا تقصیر منه که از اول جلوشو نگرفتم. چند تا بزرگتر که بیان وسط واسطه بشن همه کارا به خوبی و خوشی تموم میشه. من پسرم کیانو میشناسم. دوست پسر شماست. سالهای سال تو یه مدرسه با هم درس خوندن. شما بیش از حد نگران هستین. نگرانم خانوم. شما خودتون رو بذارین جای من. پسر شما دست دخترمو گرفته رفته. انتظار دارین که بزنم زیر خنده؟ با سر و صدا و هیاهو که مشکلی حل نمیشه. شما طوری صحبت میکنین که فکر میکنین ما بیگانه هستیم. ما سالیان سال تو یه محل با هم زندگی میکردیم. تازه از این گذشته اونا با هم محرمن. پرمین خانم، شما از حرفای جواد ناراحت نشید. اون منظور بدی نداره. شما دخالت نکنی خانم. بس کن جواد. من خودم میدونم باید چی کار بکنم. من باید موافق باشم یا نه. من میدونم اونا کجا رفتن. میشد از ظلمت شب تا چشمای تو پر کشید، یا مثل پروانه ها تا اوج شعله سر کشید. برای بیخوابی ها قصه دریایی نوشت، قصه قصر قشنگ و پری و دیوای سشت. می شده آقا سرمون رفت. یکم ساکت. راست میگید یا آقا، توی اتوبوس که جای مطرب بازی نیست. آقای عزیز، شما هنوز جوانی، ادای پیرمردار در میاری، یعنی تحمل جوانه رو نداری؟ حال میگیری عمو. بذار اینا به کار خودشون برسن، تو عالم خودشون باشن. همش ضد حال میزنن. پسر دختره رفتارشون مشکوکه. بابا تو هم که همش سر اینو قر میزنی. شما دخترم و پسرم هستی؟ فیزی چقدر اینا دوتا به همدیگه میان؟ مثل اینکه خداوند این دوتا رو برای همدیگه خلق کرده. ما دوتا هم فراری هستیم. مگر به ما نمیاد که ما فرار کنیم؟ از کجا فرار کردی؟ از خانه سالمندا. عجب روزگاری شده. بچه ها واسه راحتی خودشون چه کارا که نمی کنن. بله آقا، اما به قول شاعر، جهان و هرچه در او هست سهل و مختصر است. ز اهل معرفت این مختصر دریغ مدار. راستش واسه پدر مادر بچه همیشه بچه است. حتی اگه 50 سال داشته باشین و هنوز شما رو بچه میدونن. خود بنده حقیر با این سن و سال هنوز با مادرم زندگی. خدا حفظشون کنه. یعنی شما با عیالتون هنوز اونجا زندگی میکنین؟ نه خیر، تنها زندگی میکنم. دخترم اگه چیزی هست به من بگو، شاید بتونم به تو کمک کنم. تو چه درد سری گیر کردی؟ بچه‌ای که سر خودو بدون اجازه بزرگتر دست به این کارا میزنه باید بره پیکارش، باید بره هر غلطی که دوست داره بکنه. این چه حرفیه میزنی؟ سهر دختر ماست. راست میگی، حالا دختر ما شده. چرا قبل از این مکافات به فکرش نبودی ها؟ میدونستم که بالاخره یه کاری دستمون میده. از کار زندگیم افتادم. تو برای کارت ناراحت نیستی، تو برای اون دوست عزیزت ناراحتی. من تو رو خیلی خوب میشناسم. خودت دیدی که پدر مادر پسره اصلا عین خیالشونم نیست. ما بی خودی داریم جوش میزنیم. اونا به بچهشون اطمینان دارن، مثل جنابالی فکر نمی کنن.
میدونن با بچه‌هاشون چه جوری باید رفتار کنن. به دخترشون هم زنگ زدن، اونو در جریان گذاشتن. مثل تو شمشیر رو از رو نبستن. کار کار کار، انگار فقط کار هست. نتیجه کارم همینه که الان داری میبینی. این نتیجه بی‌توجهی‌های شماست. اگه از اول حرف منو میفهمیدی، یه وجب بچه اینطوری دست به سرمون نمی‌کرد. بازم حرف خودشو میزنه. هنوزم حرف خودشه. خانم، صبح تا غروب خونه نیست. خونه و زندگی رو ول کرده به امان خدا. یه چیزی هم طلبکاره. فقط گیرت کار کردن منه. اگه این بچه ها نبودن. بله چی؟ بگو. همون حرفای همیشگی. طلاق میگرفتم، جونمو آزاد میکردم. دیگه این تهدیدا خانم اثری نداره. تهدید؟ نه اینکه تو هم خیلی میترسی. دیگه آقا تو خرت از پل گذشته. فعلا که خودم به خاک سیاه نشستم با این کارایی که دخترت میکنه. پسر. آقا بشین قربونت برم. شما که مطمئن نیستی بشین. آقای عزیز، این قضیه آخه چه ربطی به من و شما داره آخه؟ یعنی چی به ما ربط نداره؟ خیلی هم ربط داره. بابا بشین. خب شاید نام زدن. سلام عباس آقا. سلام جناب سروان، خسته نباشین. تکمیل نیستی؟ نه، اگه خدا بخواد عروسی دخترم میباس برم. مبارک باشه. قربون شما. جناب سروان، موردی پیش اومده واسمون؟ خبر دادن جنس جابجا میکنن. شما لطفاً بفرمایید. کی آقا؟ من؟ بله شما. چرا من آقا؟ مگه چیزی شده؟ حالا بفرمایید. چشم چشم پیری افتاده. اومدی عباس آقا. خدمت باشیم جام سرمان. مبارک باشه. قربون شما. یا علی مده. بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. راستش من این قیافه رو هر کاری که بکنم بازم مشکوکه. سیبیل میزنیم گیر میدن. بزنیم گیر میدن. اصلا میخوام برم سرکله رو کمپلت عوض کنم. تا خیال خودم جد و آقادم راحت. Okay.
نگهدار آقای راننده. نگهدار همینطوری راه میافتی؟ باستو آقا باستو باستو چی بیار پایینی؟ باستو چی باید نگهدارم؟ کلی گرفتاری داری؟ من باید تکلیفمو با این دوتا روشن کنم. خود سرد باش آقا جون. چی چی رو خود سرد باش؟ خود سرد باش، خود سرد باش آقا جون. اگه نگهداره دو ساعت شیرین علافیم قربونه برم باشی. من دلت کردم از مرشون یه چیزی میدونن که اصلاح داره شما نگهداری. باش شما به خیلی مردم دخالت کردی چی کار داری؟ کامل را جا دیگه آقا جون. چرا گیری افتادیم؟ من اجازه نمیدم هر کسی توی اتوبوس هر کاری دلش خواست بکنه. آقا شما عجب گرفتار شد. آقا با آقا با شما هستن. چی چی شده آقای عزیز؟ چی چی شده؟ بدر جان کسی با شما صحبت نکرده. شما چه نسبتی با خانم دارید؟ دلم نمیخواد جواب تو بدم. عجب آقا دلش نمیخواد جواب بده. روز روشن بین این همه خانواده دختر من افزادنتون باشین. آقا تون نرو پدر جان، اینجا جوان زیاده، بهتری به این مسئله هم توجه داشته باشین. کسی با شما حرف نزد خانم؟ آقا اصلا شما چه کاره اید؟ آقا شما بهتره به همون قرتی. آقا شما هم دیگه خیلی داری شلوغش میکنی ها. بهتره احترام خودتو نگه داری. پدر جان چی کار به کار دیگران دارید؟ این رفتار شما بی احترامی. آقا فایده نداره خانم، هر چی میگه اون کار خوش میکنه. آقایون چرا حالیتون نیست؟ من اینا رو میشناسم، اینا جوونن بی تجربن، الان باید جلوشون رو گرفت. آقای محترم ما با هم نام زدیم، چرا هیچکس حرف ما رو نمیفهمه؟ مگه ما چه گناهی کردیم؟ چرا تهمت میزنی آقا؟ مگه ما دزدیم قاتلیم که هرچی دلتون میخواد بارمون میکنیم؟ شما فکر میکنین کی هستین؟ سحر مگه دروغ میگم؟ ما دو ساله که نام زدیم، پدرم میگه کیان کار نداره، پول نداره، نمیتونه مرد زندگی باشه. اونا گفتن کیان اگه سربازیش تموم شد ما میتونیم با هم عروسی کنیم. الان 6 ماه که ما حتی تلفنی هم با هم حرف نزدیم. خودش برای من شوهر پیدا کرده، اصلا نظر منم براش مهم نیست. ما میریم که کار خودمون تموم کنیم. خیالتون راحت شد آقا؟ اولالا آبجی، خب زودتر میگفتی، ما که نصف عمر شدیم. بابا مبارکه 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 بردم. بابا مبارکه ایوالا مبارکه. جواب گرفتی؟ بسی بره بر نگاه میکنی. بفرما. جوابمو نگرفتم. من گول این حرفا رو نمیخورم. شماها همه تون وقتی گیر میافتین از این حرفا میزنین. اگه نام زدین چرا جدا جدا سوار شدین؟ نه آقا اینطور که پیداست شماها با هم. مرد چرا از خودت حرف در میاری؟ چه نسیه گفتی پدر جون ها؟ دیدی که با هم نام زدم. بفهم بشین هم ماشین رو به هم ریختی. بیا قربون من اینا رو تحویل میدم، اونجا همه چیز روشن میشه. ماسه مثل که جوف لاستیکامو پنچر شد. یواشتر با تو هم یواشتر برو، یواشتر برو جواد. ببخشید قصد بدی نداشتم، تو این شرایط نمیتونم خودم رو کنترل بکنم، باید بهم حق بدی. معذرت میخوام. چطوری پهلمون؟ اولالا ناکارم کردی آسه بیان. آسه بچه ها میخوام بریم.
بچه‌هاشون باید مثل اونا زیاد فکر بکنن. با این من که با دانشگاه رفتن من خیلی مخالفت کرد، با هزار بدبختی تونستم راضیش کنم. نمیدونم، میگه دختر نباید تنها زندگی کنه. آخه چرا؟ مگه چه فرق میکنه؟ الان من 3-4 ساله که توی این شهر غریب دارم درس میکنم و تک و تنها زندگی میکنم، هیچ اتفاقی هم برای من نیفتاده. نمیدونم، فکر میکنه تنها نمیتونم زندگی کنم. حالا چی میشه کیان؟ نگران نباش، همش دور میشه. من میترسم. راستشو بخوای منم هول برم داشته. نزیو زایه کنم. کیف کردم جلوش در اومدی. دیگه بهتر از من حرف زدی. فقط به خاطر تو اومدم. وگرنه چیزی نگو. منم همینطور. خیلی نگران مامانم. نمیدونی تو خونه الان چه علم چنگه بپاس. بابا جوری گیر میده. بهش ثابت میکنم باشی نه. من میگه نمیتونی سهر خوشبخت. اگه واقعا دوستش داری ولش کن. اتفاقا خیلی بهتر از اون مردی که تو خواهر نیسته میتونم خوشبختت کنم. یارو همه کارشو کرده، حالا عوض کرده زن ایرونی بگیر. مسخره است نه؟ ولش کن. هر وقت بهش فکر میکنم حالم بد میشه. سهر چیه؟ هرچی دلت بخواد برات آماده میکنم، طوری که از خونه پدرت راحت تر باشی. یه خونه بزرگ، سه هر بچه یه اوتا. مگه چند تا بچه میخوای؟ 10 تا. کمه؟ بهت قول میدم به همه آرزوات میرسی. آرزوم تو بودی کیان. میای بدویم؟ بدویم. بابا این نفس کم میاره. تو آسایشگاه که بود همیشه یه نرس بالا سرش بود. بابا باید چی کار کرد؟ چه میدونم، من هرچی دارو دوا بوده بهش دادم خورده، نمیدونم با چه بکنم. فکر نمی کنین اونجا بهتر بود؟ بابا جون به خدا هر دومون خسته شده بودیم. هر دو خسته شده بودیم. یه ذره بخور خانم آقا یا بفرمه دیگه آماده بفرمه. برو خدا این خانم حالش خیلی بده، باید اینو به درمانگاهی دکتری جایی برسید. راست میگه، خواهش میکنم یه کاری بکنید. خانم یه اتوبوس مسافربری آمبولانس که نیستش که. پرسشو بدین ایشالا حالش خوب میشه. برین. آقا فکر کنیم ایشون جای مادرتونن. خواهش میکنم. خیلی خب بابا سوارشی، میرم چه خاکی میتونم تو سرم بکنم. آقایون خانم با سوارشی بفرمی. یه نمیخوره به خطا جان، نمیخوره. حالا میریم اینجا. لالا بریم دکتر بیاره. ببین آقا، بهتر از این اتوبوس پیاده شی با یه ماشین دیگه بریم. چطور مگه؟ ای بابا، چرا خودتو به خنگی میزنی؟ اگه نمیبینی یارو بهتون گیر داده ول کن نیست. تو ایسکا بعدی شر به پا میکنه واسهتون ها. حالا ما گفتیم. حالا فعلا برو بالا. برو بالا بعدن راجب صحبت کن. دوستان عزیز جانمونی میخوام راه بیافتیم. بفرمایید. بفرمایید بالا. بفرمایید عزیزم. چیزی نیست پدر جان، خودتون ناراحت نکن، خوب میشه انشالله. ممنونم دخترم. خواهش میکنم بابا. اتفاقی افتاده خانم دکتر؟ چی شد خانم دکتر؟ اونو باید به بیمارستان برسونیم. ما تمام تلاشمون رو کردیم ولی امکاناتمون کمه. با این اتوبوس هم شما نمیتونین به موقع برسیم. از اون گذشته برای حال بیمارتونم خوب نیست. شما آمبولانس ندارین؟ نه، ولی میتونم براتون زنگ بزنم بیاد. شما نگران این مسئله نباشید. Thank you.
به محال نمیدی آقا کیان؟ بریم ولی با اتوبوس نه، یارو گیر داده، بلکنم نیست، باید چیزی که پیدا کنیم. چجوری؟ اون پیرزنه چی؟ دستمندهای کاری بر نمیاد، دکتر اینجا هست. لااقل بذار ازش خدافظی کنم. خانم مثل این که حق با بچه ها بود، ما دو تایی نمیتونیم تنها زندگی بکنیم. پیزی جان من دوست دارم تو خونه خودم بمیرم. این حرفا رو نزن. من دلم برای خونمون تنگ شده. میبرمت، منم میام با تو، میبرمت خونه. فیضی به من نگاه کن، تو داری گریه میکنی؟ نه نه نه، دوست دارم آقای جوانیمون که میخوندی حالا برام بخون. برق غم زد آتش به جانم، برکن از بون یاداشی آنم، سبا شو از آن سوی گلستان، به هم زن بساط آن گل آشیانم، زبس بر دلم وطن کرده هم که من طاقتشو ندارم، خاطر برم یاد گلستان. بچه ها میخوام یه خواهش ازتون بکنم، شما برید بابا، شما برید، از قول من به عباس آقا بگید که ازش معذرت میخوام، من خیلی اذیتش کردم، دیگه راه ما از شما جدا میشه. میمونیم تا آمبولانس بیاد. یک تقاضا از شما دوتا دارم بابا، حتما رضایت پدر و مادرتون رو جلب کنید، خواهش بکنم بابا، حتما یه کاری بکنید که پدر و مادرتون راضی باشن. برید، به خدا میسپارمتون بابا، برید. بچه هامون میخوان برن، خداحافظی میکنن. در مورد ما اشتباه میکنه، میدونم. موفق باشید. بیا
ببخشید آقا، ببخشید آقا. بفرمایید. شما مسافر این اتوبوسی؟ امرتون رو بفرمایید. یه پسر و دختر جوون توی اتوبوس شما نیست؟ جوون؟ اکثر مسافرای ما جوونن آقا. راستش بخوایم ما زیاد اهل سوار کردن پیرا نیستیم. یه پسر و دختر حدود 20 ساله. ای آقا جوون کجاست آقا؟ مسافرای ما همه اکثرا جوونای قدیمن هم. مثل خود شما. دو تاشون هم اون تو هم بنده خدا. راستش بخوای جوون سوار کردن دردسر داره. ما حالش نیستیم. حالا به هر حال امری هست، من در خدمت تو هستم. خواهش میکنم. خداحافظ. کاش که اقلن میدونستیم که با چه اتوبوسی رفتن. اینجوری کارمون راحت تر میشد. ببین به چه روزی افتادیم. یه کمی صبر کن، وقتی برسیم خونه خواهر کیان مشخص میشه. اگه کلک زده باشه چی؟ آخه جای دیگه ای ندارن برن. از این پسره هرچی که بگی برمیاد. فعلا نمیدونم، خودم گیت شدم. اگه از اتوبوس دور بشیم ممکن دیگه ماشین گیرمون نیاد. میریم تو جاده یه ماشین دیگه سوار میشیم، چاره دیگه نداریم. برو. فرمایشی بود؟ آفیسر رو نگفت شما بلشون کن گل پسر، با تو نبود، با اون خانمی که پای سرته بود. زده زیده نکن پسر، برو تو گام کن. بسر که چیزید میشا زده زیده میشا. خیلی گردن کلوفی نه نه بسی چه خبره؟ مثل اینکه دعواست. خیلی ممنون آقا. چی شده؟ ما منتظر ماشین بودیم، اینا مزاحم ما شدن. مرسی.
بریم سر، دستتون درد نکنه. عجب نامردایی بودن، بوی از مردونگی و لوتیگری نبرده بودن. میام که ببینی اگه جای میرن سوارشو که بریم. آخه جا نداریم، کجا سوارشون کنم؟ برو سوارشون کن. آخه جا وایسده برو بر به من نگاه میکنه. باشه، ولی واسه اون درد سر میشه. مسافر سوار کردن که یه درد سر نداره که. این نتیجه سختگیری بیمورده. اگه الان اینجا بودن شاید باشون دوتا کلمه حرف میزدیم، یه کمکی بهشون میکردیم. خدا به خیر کنه اونم تو این بیابون. انگار آب شدن رفتن تو زمین. من که بهتون گفتم که رفتم. عمو جون خراب کردی، حسابی زدی تو بود. ای بابا، یه طوری حرف میزدین انگار که من میخواستم به او کشمشون. اینا جوونن، باید جلوشون رو گرفت. دو کلم حرف حساب. راستش من خودم هم نگرانشون شدم. حالا خودتون ناراحت نکنی، انشالله که اتفاقی واسه شون نمیفته. خب بفرمایید آقای، اون بنده باید چه خاکی دوست دارم بریزم؟ یکم دیگه صبر بکنین، شاید برگشتن. نه خانوم، اونا رفتن. مطمئنی که نمیان، واسه اون مشکلی پیش نیاد. حالا رو میفتیم اینجا حتی شاید ببینیمش. بریم دوستان عزیز، جان همونیم. بفرمایید بفرمایید خیلی رو بیاتیم. تو رو خدا یه چند دقیقه صبر کن، شاید اومدم. آخه عزیز دلم، من که بیشتر از شما ناراحتم. خب چیکار کنم، میگه نمیان. بریم بلکه با امید خدا تو جاده دیدیمشون. کیان گرسنه‌ای؟ فعلا نه. نون و پنیر دارم. خودت بخور. میگم اگه خواهرت نخواد برای ما چه کاری بکنی چه کار کنی؟ نمیدونم بعدش چی میشه. حتما تا حالا همه چیز رو فهمیدن. تا اینجاش اومدیم باقیش هم میره تا آخرش چی بشه. نمیدونم. یعنی چی نمیدونم؟ بهتر بهش فکر نکنی. تو زن منی. دیوونه. چرا مثل بچه ها حرف میزنی؟ ما هنوز نامزدی. خب قراره با هم ازدواج کنیم. خیلی دلم میخواد عروسی بگیری. دلم میخواد شب عروسی حتما لباس عروسی تنم باشه، ولی فکر نمی کنم. تو داری ناامیدم میکنی. خانم سحر برومند، آیا حاضری شما را به عقد دائمی کیان همتی 20 ساله ساکن تهران در بیاورم؟ وکیلم دیگونی باید سر نیار. بیا ببین چه قیلی تو قشنگه. وکیلم ای بابا، دلت خوشه. کاری کردین که آدم دلش میخواد سر بذاره بی بیابون. این دختره با این کارش پاک آبروی یه عمر ما رو به باد داد. تو هم تا گذشتت خیلی تغییر کردی. اون موقع کلی ادعا داشتی، اما حالا چی؟ هیچی. دوره اون حرفا دیگه گذشته. هرچی بود تموم شد. آدم یه ذره که خوب فکر میکنه میبینه باید دورو و زمونه رو شناخت. تو باید خودتو به جای اون بذاری، نباید بذاری بچه‌مون از دست بره. خب که چی؟ آخه این آقا کیان چی داره ها؟ چی بارشه؟ خب تو هم خودت اول زندگی هیچی نداشتی. چقدر بگم اون دوران گذشته. اگه سحر یه شوهر مرتب گیرش بیاد بهتره، یا اینکه یه آدم دست به دهن. آخه بابا، این آدمی که من میگم پدرش گردن کلفته، خودش مهندسه، برو بیایی داره، این بهتره یا این آقا کیان؟ والا نمیدونم چی بگم. توی این هیر و بیر روسری خوشگلی سرت کردی. چه عجب. تو رگ سرخ حیاتی، تو تن جوان
طلوع صبح عشقی توی آشیونه من، میتونم با تو بگویم قصه های آرزوها، اگه آدم ها بذارن من و تو باشیم و دریا. این چه سر نوشته شومه، غربت تو غم روبرومه، هم سفر ای یاور من، بغض عشقی تو گلومه. ای بچه، این رستوران غذای خوبی داره، اگه خواستی چیزی بخوری پیاده شو. در ضمن داری پیاده میشی، این درو ببند، کسی کارتونامون رو نبسته. بهتر پیاده شی. برای چی؟ یه چیزی بخوریم، مگه تو گرسنه نیست؟ خب پول کم میاری. حالا یه نیمرو که میتونیم بخوریم. بیا دارم از گرسنگی میمیرم. بیا. مسافرها رو میگن بابا امروز یه چیزیت میشه اگه نیم راست برام بیاری. چند تا؟ چهار تا میشه. شبه هم بیاری. نفره اونجا چیکار میکنن؟ چرا دارن دور ماشین ما میگردن؟ پاشو بارو بیرون چی میخوام؟ بابا صد بار گفتم مسافر سوار نکن، اتوبوس که نیست، خاوره. سلام. کامیون مال شماست؟ مال کاظم آقاست. به ما خبر دادن یه کامیون با همین مشخصات حامل داروی قاچاق بود. سهر، زود تمام کن بریم. مگه چی شده؟ اینجا نیا کن. خلاف فرضتون رسوندن قربان. ما اصلا اهل یه حرفا نیست. اومدن دنبال ما؟ بلند شو، معطلش نکن، در کامیونو باز کن. بلند شو. باشو بریم. یعنی پدر فرستاده دنبال ما بیان؟ معلوم نیست هنوز. دنبالم بیان. Thank you.
پاشو برن اینجا دور شین. نمیتونم. اگه به اون برسن چی؟ بس دیگه، بذار بیان، بذار هر چی میخواد بشه. من دیگه تحملشو ندارم. خسته شدم. چی داری میگین؟ حرفا چیه که میزنی؟ پاشو، الان وقتش نیست. نمیام، دیگه کلافه شدم. اصلا برای چی منو تا اینجا آوردی؟ من آوردم؟ ولی خودت نمیخواستی بیای. میخواستم، ولی نه اینجوری. تو گفتی هیچ مشکلی برامون پیش نمیاد. من چه میدونستم کارامو اینجا میکشه. بس کن کیان. حالا هم چیزی نشده. اگه نمیخوای؟ اگه نمیخوام چی؟ برگردیم بگم تا حالا کجا بودیم؟ میخواستیم چیکار کنیم؟ خودت هم نمیدونی چی داری میگی. میدونی اگه دست پدرم بهم برسه چیکار میکنه؟ منو میکشه، میفهمی؟ اگه واقعا دلت نمیخواد برگردیم. من همه تقصیر رو به گردن میگیرم. نمیذارم کسی با تو کاری داشته باشه. اگه دنبال ما باشن چی؟ دیدمشون. نگه داری تو خدا. عباس آقا نگه دار. عباس آقا نگه داری. آقا نگه داری. چشم عزیزم، اجازه بده بهشون برسیم. نگه هر میدارم. الحمدلله. رسیدی شما؟ چطوری؟ ممنون. کجایی با ما همه نگرانتونی؟ ها؟ نگران ما؟ بفهم بریم سردو، بفهم. پس اون آقا چی؟ عباس آقا پیداش. بابا شما کجا بودی؟ رفتی دخترم. خب الحمدلله بفرمایید. شما شدید. خیلی خوش اومدید. از دیدنتون خوشحالم. خوش اومدید. حالا من نیت بدی نداشتم. سلامتی آقا چقدر نامزده. ما دل نگرانتون بودیم دختر جان. شما کجا بودین؟ حتما خیلی گشنتونه. سب بکنین، من غذا دارم به اندازه که بخورین هر دو تاتون سیرش. الان میام. منزل خانم هدایتی؟ شما؟ برومند هستم. بله بفرمایید. متشکرم. سلام خانم. سلام خانم، متشکرم. هنوز نیومدن اینجا. خیلی دلواپسم. نگران نباشین، بچه که نیستن، حتما پیداشون میشه. خدافظ. آقا کیا موفق باشید. خدافظ. خدافظ.
خدا حافظ. خدا حافظ. آقا کیان این کارت منه داداش، واسه عروسی دعوتم کنی ها. گیری داشتی، خودم در خدمتم. کوچکت آقا منوچهر. برو داداش، برو قربونت برم. برو داداش. خدا حافظ. خدا حافظ. موفق باشی. راستی کارت عروسی یادتون نره. خب آقا کیان خوش اومدی. امیدوارم تو سفرهای بعدی باز ببینمت. موضع خود باش. خدافظ. بایستدی؟ این ماشین باباست. اینا اینجا چی کار میکنن؟ حتما اومدن دنبال ما. از کجا فهمیدن ما اینجا این؟ مگه خواهرت نمیدونست؟ حالا باید چی کار کنیم؟ تو رو خدا کیان بیا بریم. تو رو خدا بودو کجا بریم؟ هر جا که باشه بیا بریم. جایی نداریم بریم. تو رو خدا کیان بیا. بهتر که برگردی. همیشه واسه تماشای دریا میومدیم اینجا. گاهی تا کنار ساحل هم میرفتیم. طلوع و غروب خورشید از اینجا خیلی قشنگه سحر. خوش به این سفر نمیومدیم. Thank you.
بفرمایید. متشکرم. خواهش میکنم. بفرمایید چایی. شب شد. هنوز پیداشون نیست. شاید اصلا اینجا نیان. نه خانم، حتما میان. وقتی متوجه تصمیمشون شدم گفتم بیان اینجا. شاید بشه رازشون که از سر عقل بیان. چاره ای نیست، بعد یه کاری بکنیم. ما تو این شهر غریبیم. یعنی کجا میتونن رفته باشن؟ ناراحت نباشی، من با شوهرم صحبت کردم، حتما پیداشون میکنه. اگه تا یکی دو ساعت دیگه نیومدن باید به کلانتری خبر بدیم. باشه خانم، ساعت خدمتتون است. خراب شده پیدا نمیشه. کیان تو خوبی؟ بله، سلام، تویی؟ چه خبر؟ پیداشون کردی؟ ترمینالم گشتی؟ خیلی خوب، پس منتظری، خداحافظ. کیان، پاشو بریم. دست خالی بودیم، هیچ شدیم. خیلی خوب، بهتره که بریم، اینجوری هر دوتا مون مریض بشیم، مخصوصا تو. واقعا نمیدونم ما مقصریم یا اونا. چرا باید همه گرفتاری های دنیا روی سر ما خراب بشه؟ چرا باید کارو به اینجا میکشیم؟ نمیدونم. ما
پاشو کیان ادامهش نده، من دیگه طاقتشو ندارم. پاشو بریم. فکر آبروی من نبودی؟ من خوشبختی تو رو میخوام. من دوست دارم. دلم میخواد که تو خوشبخت. خوشبختی رو نمیشه به زور به کسی تحمیل کرد. بس کنید دیگه. دیگه نمیتونم تحمل کنم. بس از اینی که هست بدتر نکنید. سهر با پدرت اینجوری حرف نزن. میدونم همه اینا تقصیر منه. شما هستن به من هیچ علاقه ای نداری. فکر میکنین هر چی هست فقط برای خودم میخوام. من شما رو خیلی دوست دارم، اما کیانو من دلم نمیخواد شما رو ناراحت کنم. تصمیمش با خودته، میتونی انتخاب کنی. نمیخوام بهت تحمیل کنم. تا اینجا اومدی خودتم تمومش کن. نمیدونم. درستم نیست. واقعا موندم. چرا چیزی نمیگی؟ تو بگو من چی کار کنم؟ تا اینجاشو با تو اومدم، ولی نمیتونم اونا رو تحت حال خودشون بذارم. تو تصمیم خودتو گرفتی. از که چرا این حرف رو با من میزنی؟ کار ما احمقانه بود، بعد از اول بکشو میکرد. تمومش کن. کیان کیان
انه که تو بگیری. یا گرم شو جوون. Son de mi